شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب آقای مهندس صادق نقاشکار، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو. منم به شما و شنوندگانتون سلام ها و درودهای گرم خودم را نثار تک تک آنها می کنم. جناب نقاشکار، بفرمایید بپردازیم به خبرهای نقض حقوق بشر، به ویژه به اخبار اول اسفند و چگونگی و حضور هموطنان در این روز و رویدادهای آن. چنانکه شما و شنوندگانتون تا حدی مطلع هستند، پس از اعتراضات گسترده 25 بهمن و ترور دو تن از فعالین جوان و دانشجویی، یکیشون از دانشجویان و یکیشون از فلواقع مبارزین، توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم ولی فقیه و صد متعاقب آن رو بودن و حداقل آقای سانه اجاله رو تحت عنوان بسیجی تشیع و خاک سپردن و صدور کارت و غیره و سعی داشتن که از این طریق جنایتی که مرتکب شدن را پنهان کنند و نه تنها پنهان کنند، بلکه به گونه دیگه عنوان و مطرح کنند. در هفتمین روز شهادت این دو شهید راه آزادی که اول اسفند ماه بود، در تهران و شهرستان‌های مختلف اعتراضات و گرامیداشت گسترده‌ای برپا شد و از طرف دیگه هم نیروهای ولی فقیه، نیروهای سرکوبگر، به صورت گسترده و غیر قابل تصوری وارد خیابان‌ها شدند و عملاً تهران را به پادگانی تبدیل کردند نیروهای خودشون. هرچند که حضور گسترده نیروهای هار و وحشی نتونست جلو اعتراضات یا جلو اومدن مردم به خیابان‌ها را بگیره و اگر در 25 بهمن اعتراضات به نقاط مختلفی در نقاط مختلفی متمرکز بود، این سری به صورت گسترده و در نقاط مختلف صورت گرفت و قاعدتا هم درگیری‌هایی و شعارهایی در جاهای مختلف سر داده شد و پس از هر اعتراض که شکل می گرفت، نیروها به اون سمت گسیل می شدن. جوانها از شیوه و تاکتیک جدیدی رو به کار می بردن که برای مقابله با این حجم گسترده از نیروها، تجمع چند صد نفره و سر دادن شعارها و احیانا درگیری هایی که به وجود می شد به وجود می آمد متفرق می شدن. در لحظات بعد تو نقاط دیگه ای چنین حرکت اعتراضی صورت میگیره و این از بعد از ظهر که شروع شده بود تا شب ادامه داشت. و نیروهای سرکوبگر رو خسته و مایوس کرده بود و این مسئله جدیدی بود که میتونست با این اعتراضات یا این شیوه های سرکوب و پادگانی کردن مقابله کنه و به نحو احسن تفوق پیدا کنه، برتری پیدا کنه بر صحنه‌ای که ایجاد کرده بودن. به هر حال با ابتکار و طراحی که وجود اومد این کار شد. هرچند که ناگفته نماند در این اعتراضات تعدادی مصدوم، مجروح و تعداد زیادی هم دستگیر شدن.
بله. و مهمتر از همه استقامت و پایداری بی حد و حصری که مردم ایران و به خصوص جوانان در این اعتراضات نشون میدادن، علارغمی که آماج باتونها قرار داشتن و علارغمی که میانه این نیروها بودن، نیروها فلواقع خیابانها را در تصرف خودشون داشتن چیده بودن و حتی در کوچه و پس کوچه ها را با موتور سوارها یا نیروهای پیادهشون چیده بودن. و خب قطعاً کسی که وارد چنین جاهایی یا جمعیتی که وارد چنین جایی میشد میدونست که چه تبعات و چه شرایطی میتونه ایجاد بشه براش، ولی اینها را، این موارد رو به سخره گرفته بود و میرفت و تفوق و چیدگی خودشون که حرف آزادی خواهی خودش رو باید ادا میکرد پیش میبرد. همین مسئله، خب نیروهایی که به خصوص نیروهای سپاه پاسداران، نیروی انتظامی که عملا در این سرکوب ها خیلی محدود وارد میشد و بعد میگرده به استقامت و پایداری و عظمت و شدت اعتراضات، همچنین میون نیروهای اطلاعاتی که اطلاعات نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات خب از قصیاد غربترین و جنایتکارترین، چون که کسانی که در شکنجه و جنایت دست داشتن درگیری هایی رو ایجاد میکرد و همچنین بین نیروهای سپاه پاسداران یک سری تشدد و درگیری بود که تو صحنه عیان بود و قابل مشاهده، بخصوص در میدون هفت تیر و نقاط دیگه. ما علاوه بر تهران در شهرهای دیگه هم داشتیم، مثل شیراز، اصفهان، مشهد، کرمانشاه و سایر جاهای دیگه، که شیراز متاسفانه منجر به جانباختن یک جوان دیگه به نام حامد نور محمدی گردید، دانشجویی که به هر حال اون فیلم ها و اعتراضات هم که رو یوتیوب و جاهای دیگه رسانه ها به صورت گسترده به اون اشاره کردن و سعی کردن این شیوه جدید ولی فقیه که واقعیت ها را قلب کنه. اونجا دیگه چون که راهی رو نداشت اعلام کردند که در اثر تصادف ایشون به قتل رسیده شدن، ولی تمام دلایل و شواهد حاکی از اونه که توسط نیروهای بسیجی به پایین پرتاب شده و جان باخته و شهیدی دیگه رو فدای راه آزادی مردم ایران کردید. که از اون روز تا به حال این اعتراضات ادامه داشت. من قبل از اگه اجازه بدید، قبل از اینکه وارد این اعتراضات بشم، برمیگردم باز به خود شهیدی که دانشجوی شهیدی به نام سانه اجاده که از دانشجویان هنر دانشگاه تهران هست. بله. اونجا خب از اون زمان تا این لحظه، یعنی تا هفته آینده، دانشگاه کلن تعطیل شده و کسی حاضر نیست سر کلاس های درس حاضر بشه، به در اعتراض به جنایتی که مرتکب شدن، در اعتراض به یورشی که به دانشجویا شد و در اعتراض به دزدیدن شهید. و جالب اینه که یکی از صحنه هایی که بالاخره اینقدر این خونه ها پاک و مطهره، فردی به نام آخوندی به نام سالک که مسئول نهاد سرکوبگری که تحت عنوان نهاد رهبری در دانشگاه است و هماهنگ کننده سرکوب دانشجویان بود، در اونجا اون وساطت کرد، چون که فریبی یا شیوه فریبکارانه‌ای که به کار بردن، اون تشییع جنازه رو سعی داشتن تو خود دانشگاه و گفته بودن که در تالار دانشگاه هنر خواهند آورد. دانشجو به تالار هنر برده شدن، در اونجا در بسته شد و حتی مورد ضرب و شتم و اهانت تعدادی هم دستگیر شدن، بیگناه دستگیر شدن. بیگناهی اونا تا حدی بود که این فرد، این آخوندی به نام سالک، دخالت کرد و سعی کرد که این مسئله رو پیشگیری کنه.
همون فردم مورد ضربات یا آماج باتونهای نیروهای بسیجی اطلاعاتی و گارد ویژه قرار گرفت. رئیس دانشکده کاربردی هم دخالت کرد و همین شکل و منوال مورد ضرب و شتم قرار گرفت و چنان که مطلع هستید همچنان این دانشگاه در تعطیلی به سر میبره و در اعتراض علیه این جنایتی که رو داره. و اما در مورد شهیدی که در شیراز روز اول اسفند توسط نیروهای سرکوبگر به شهادت رسید و دانشجویان دانشگاه شیراز به خصوص دانشکده علوم مراسمی رو برگزار کردن در مقابل دانشکده و تعداد زیادی از دانشجویان هم در اون شرکت داشتن، صدها نفر می رسید. از صبح نیروهای سرکوبگر حراست کنترل شدیدی رو اعمال کرده بودند که ورود به دانشکده و خروج از دانشکده رو باید کارت‌ها رو چک می‌کردند و دانشجویانی که خارج از این دانشکده بودند، به هر حال دانشگاه شیراز چندین دانشکده داره و این یکی از دانشکده‌هاش هست، مورد کنترل قرار می‌دادند. ولی دانشجویان دانشگاه زیرشناسی، جانوری و سایر رشته ها اونجا کلاس ها رو تعطیل کردن، میزی رو برپا کردن و بر اون میز عکس های این شهید حامد نور محمدی رو بهش وصل کرد قرار دادن و حول این میز تجمعی رو شکل گرفت و این تجمع از صبح آغاز شد تا ساعت 5 بعد از ظهر ادامه داشت. و جالب اینه که پوسترهای این شهید در جای جای دانشکده به دیوار چسبونده شده بود و بر اونها مضمونی یا نوشته ای هست که من اینجا به سمع شنوندگانتون میرسونم. نوشته بود بر اون: گرگ ها خوب بدانند در این ایل غربت گر پدر مرد تفنگ پدری هست، گر مردان قبیله همه کشته شدن توی گهواره چوبی پسری هست هنوز. و به هر حال همچنین تعداد زیادی از پلاکارد ها با نوشته های مختلف مضمون مختلف بر دیوار این دانشکده نصب شده بود و خشم و نفرتی که بر دانشجویان حاکم بود علی رغم اینکه این مراسم در چند قدمی حراست اون دانشکده بود، ولی هر گونه واکنشی از اینها سلب شده بود و به اعتراضات ادامه یافت. و همچنین خب در پایان اعتراضات اساتید دانشگاه یا دانشکده علوم که به دانشجویان پیوستند اطلاعیه‌ای در محکومیت و تسلیت به خانوادهشون تنظیم کردند و خب اونجا قرائت کردید. از طرف دیگه نیروی حراست به طرق مختلف سعی داشت که این مراسم رو تحت کنترل خودش یا مانعش بشه، منتها چنین چیزی امکان پذیر نبود و گفته میشه که در روزهای آینده این مراسم ادامه خواهد یافت که قطعا ما هم گزارش ها و اخبار اون رو به سمع شنوندگانتون خواهیم رسوند. البته گزارش های هم هست، ببینید تو دانشکده تو خوابگاه ها هم مراسمی بود که منجر بعد از اون ساعت 5 منجر به درگیری شده که کیفیت و کمیت اون هنوز دست ما نرسیده، به محض که مطلع بشیم به سمع شنوندگانتون تو برنامه بعدی خواهیم رسون این مسئله. سپاسگزار. و اما موضوعات اعتراضات تنها همطوری که بهش اشاره کردیم به شیراز نبود، اصفهان هم چنین شرایطی بود، در مشهد هم چنین شرایطی بود و شهرهای دیگه و به خصوص مناطق کردستان که به هر حال یکی از شهدا سانه جاله از
پاوه بود و موجی از خشم و نفرت نسبت به شهادت و دزدیدن پیکر شهدا و به نام خود کردن فرا گرفته بود. همچنین در زاهدان اعتراضاتی و شهرهای دیگه میدونید که نیروهای ولی فقیه اطلاعات یا غیره سعی داره که هر گونه خبر یا وضعیتی از شهرستان ها را ممانعت کنه، به خصوص در رابطه با اعتراضات و وضعیتی که در اون قرار داره، سعی داره که اینها را پنهان کنه، مکتوب کنه و نداره به بیرون انتشار بیابه، به خصوص شهرهای خارج از مناطق مرکزی یا شهرهای بزرگ. ما خب در اون روز اول اسفند درگیری های گسترده هم بین جوان ها بود و هم کلن خیابونی رو به تصرف خودشون یا میدون به در می آوردن و متعاقباً نیروهای سرکوبگر باز می گشتن و اون نقطه رو چیز می کردن. ولی به هر حال این شرایط و این وضعیت ادامه خواهد یافت و قطعاً در این روزهای آینده مشاهده گسترش اعتراضات خواهیم بود، به خصوص ما در آستانه چهارشنبه سوری هستیم و اون آتش ظلمت سوز و شب سوز در راهه و قطعا هم خب قبل از این یه سری اعتراضات گسترده عمومی که وجود خواهد داشت. شرایطی یا نکات ویژه‌ای که تو این اعتراضات بالواقع میشه دید درش این که اعتراضات منوط به اصفهان نبود، شهرهای دیگه ایران رو در بر داشت، همزمان صورت میگیره و اینکه اعتراضات 25 بهمن و اول اسفند خصوص دیگه متمرکز نبود، تو نقاط مختلف شهرها بود و اینکه از اون طرف هم واکنش نیروهای سرکوبگر که تاب و توانی ندارن و در مقابل قدرت لایزال مردم به گوشه‌ای رانده می شدن و خب قطعا هم تو رسانه های خود اونها به این اشاره کرده بودن که نیروی ضعیف یا توانایی مقابله با مردم نداشتن و ضعف مفلتی که به لحاظ روحیه و غیره حاکمه. البته اینجا لازم یادآوری کرد طوفان انقلاب ها که در کشورهای در خاورمیانه و آفریقا گزیدن گرفته، این از ایران در گذر خواهد کرد و ایران در اون نقطه قرار گرفته و خوب عبرتی باشه برای اونهایی که به خصوص نیروهایی که مرددن یا نیروهایی که فردا باید جوابگو باشن، باید صفحهشون و سرنوشتشون رو با سرنوشت اونهایی که دستشون به خون مردم آغشته است در کشتار و در شکنجه و قارت اموال عمومی دست داشتن، اونها سرنوشت خودشون اون نیروهایی که هست به اینها گره نزنن و دچار عقابی که بعد عقاب قضایی و مردمی که ازشون خشمگین هستن نشن و چه خوب که هر چه زودتر صفوف خودشون رو از اینها جدا کنن و قطعا هر چه دیرتر به منزله خوب دستان اونها هم به خون آغشته شدند و اینکه در مقابل این قضایه باید جوابگو باشن. بله دقیقاً.